سلام دوستا، حکمت طلا رمزی هستم. رقابت میسی و کریس با رفتن شماره 7 پرتغالی نه تنها تمام نشد، بلکه آن را وارد فاز جدیدی کرد. کریس در حال شکستن رکوردهایی است که بعید به نظر میرسد لیو بتواند آن را جابجا کند. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. یک دهه از هنرنمایی کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در سطح اول فوتبال دنیا میگذرد. این دو بازیکن نابغه در این زمان طولانی در یک چیز مشترک بودند: زدن گل، ارسال پاس گل، عناوین فردی و از همه مهمتر عناوین باشگاهی. رقابت میسی و کریس با رفتن شماره 7 پرتغالی نه تنها تمام نشد، بلکه آن را وارد فاز جدیدی کرد. کریس در حال شکستن رکوردهایی است که بعید به نظر میرسد لیو بتواند آن را جابجا کند. بردن جام ها در دو تیم. 18 سال پیش در چنین روزهای میسی به بارسلونا آمد و تا همین امروز پیراهن آبی انالی ها را بر تن داشته است. داستان کریس فرق میکند. رونالدو به جز اسپورتینگ لیسبون موفق شد در لباس منچستر یونایتد و ریال مادرید همه عناوین یکسان را فتح کند. کار که از میسی بر نیامده و این احتمال وجود دارد کریس در یووه باز همان را تکرار کند. کریس همه عناوین باشگاهی و فردی را که در یونایتد فتح کرد با لباس مادریدی ها نیز به دست آورد. با توجه به اینکه میسی خودش بارها گفته از بارسا جایی نمیرود، بنابراین امکان رسیدن به این افتخار را ندارد. از فصل 2010-2011 شروع و به 2015-2016 ختم شد. در این بازی زمانی 6 ساله کریس به طور وحشتناک همیشه فصل را با بیش از 50 گل زده تمام میکرد. یک آمار عجیب که فقط از استعداد پرتلاش همچو کریس برمی آمد. این در حال است که لیو فقط در 3 فصل متوالی موفق به زدن بیش از 50 گل شد. لیو اگر میخواهد این ریکورد از کریس بگیرد، باید از حالا تا 6 سال دیگر بیش از 50 گل به ثمر برساند. اتفاقی که رخ دادنش با توجه به سن و سالی که دارد بعید است. مثبت 40 گل در دو لیگ معتبر. با جز ایتالیا که امسال به آنجا مهاجرت کرده، کریس در لیگ برتر و لالیگا سابقه بازی و درخشش داشته است. درخششی که برایش یک رکورد مشابه داشته است. رونالدو هم در لیگ برتر و هم در لالیگا موفق شده در یک فصل بالای 40 گل برای یونایتد و ریال به ثمر برساند. اتفاقی که او را به تنها بازیکن بالای 40 گل در دو لیگ معتبر تبدیل کرده است. میسی با وفاداری با پیراهن بارسا خودش را از دستیابی به این عنوان نیز محروم کرد. این در حال است که کریس می تواند این رکورد را امسال به 3 لیگ سطح بالا ارتقا دهد. آقای گل متوالی چمپیونز لیگ. این یکی از رکوردهایی است که نیاز به تعویض تیم نداشته و میسی هم میتوانست از آن خود کند. کریس در بهترین تورنمنت باشگاهی دنیا با ثبت آقای گلی در 6 فصل متوالی موفق شده نامش را جاودانه کند. عنوانی که میسی فقط در 3 فصل متوالی موفق به کسب آن شده. میسی اگر از حالا به فکر این عنوان باشد، باید تا سال 2024 و 40 سالگی به طور متوالی آقای گل لیگ قهرمانان اروپا شود. رکورددار ترکیب منتخب فیفا. رونالدو از سال 2004 مفتخر بوده که 13 بار در ترکیب منتخب سالانه فیفا قرار بگیرد که خودش رکورد است. رونالدو امسال موفق شد به عنوان بازیکن سوم باشگاهش یعنی یوونتوس در این لیست قرار بگیرد تا رکورد زلاتان ابراهیموویچ را بشکند. اینجا هم میسی با بارسایی ماندنش خودش را از چنین رکورد محروم کرد و برای تحققش حالا باید دو بار تیم تعویض کند که نشدنی است. هرچند در این بین رکوردهای مثل قهرمانی در جام ملت‌های اروپا برای کریس وجود دارد که میسی میتواند در آینده با قهرمانی در کوپا آمریکا به آن دست پیدا کند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.